سامسونگ امسال ترجیح داده که به جای استفاده از اسم گلکسی نوت 6 از گلکسی نوت 7 استفاده کنه تا علاوه بر هماهنگی‌های بیشتر با سری S حالا شاهد شباهت بیشتری بین این دو سری باشیم. با من مهدی یوسف نژاد از زومیت همراه باشید تا نگاه نزدیکی به گلکسی نوت 7 داشته باشیم. گلکسی نوت 7 در واقع ترکیبی از گلکسی نوت 5 و گلکسی S7 اجه. تو نوت 7 نه تنها لبه‌های جلوی گوشی انحنا داره، بلکه لبه‌های پشتی هم منحنی شدن تا استفاده ازش با یک دست راحت‌تر بشه. انحنای لبه‌های نوت 7 به مراتب کمتر از S7 اجه و همین عامل باعث میشه تا دست به صورت اشتباه لبه‌ها را لمس نکنه و کار کردن با گوشی راحت‌تر بشه. پوشش شیشه‌ای پشت و جلوی گوشی از نوع گوریلا گلاس 5 تا مقاومتش در برابر خش و ضربه بیشتر بشه. گلکسی نوت 7 ضد آب و گرد و غباره و میکرو استی هم میخوره. به طور کلی طراحی پرچم‌دار سامسونگ نسبت به نوت 5 تغییر زیادی نکرده و فقط بعضی از ایرادهاش مثل برآمدگی دوربینش برطرف شده. مثل قبل ویژگی شاخص سری نوت قلمشه که حالا این بار ویژگی‌های جدیدی بهش اضافه شده و حتی میتونید تو لبه‌های خمیده دستگاه هم ازش استفاده کنید. سامسونگ هم با معرفی گلکسی نوت 7 بالاخره به جمع گوشی‌های مجهز به پورت USB نوع C اضافه شد. نکته جدید و جالب دیگه اضافه شدن اسکنر NB چشمه. تو نوت 7 کافیه که چشم خودتون رو به دستگاه نشون بدید تا قفل دستگاه باز بشه. با وجود اینکه سنسور اثر انگشت تو این گوشی هم وجود داره، اما سامسونگ فکر میکنه که اسکنر NB جایگزین اون میشه. تو گلکسی نوت 7 میشه یک فولدر رو رمزگذاری کرد و با استفاده از اسکن NB بازش کرد. سامسونگ نه تنها تو ظاهر و طراحی دستگاه تغییر زیادی نداده، بلکه مشخصات سخت افزاری رو هم تغییر نداده. نوت 7 به پردازنده اگزینوس 8890 و 4 گیگابایت حافظه رم مجهز شده. رابط کاربری نوت 7 تغییرات خیلی کمی کرده و تنها طراحی آیکون ها بهتر شده و بخش نوتیفیکیشن ها بهبود پیدا کرده. البته برخلاف انتظارها این گوشی به همراه اندروید نوغا عرضه نشده و رابط کاربری اون مبتنی به اندروید 6ه. قلم اسپن حالا دقیق تر از نسل قبل شده و حساسیت بیشتر نسبت به فشار روی صفحه داره. این قلم تا 4000 سطح فشار رو پشتیبانی میکنه. سامسونگ همه ی اپلیکیشن های مرتبط با قلم رو یکی کرده و تو قالب یه اپلیکیشن سامسونگ نوت ارائه کرده. خوشبختانه این قلم برعکس تو جاش نمیره تا مانع مشکلات نسل قبل بشه. تو نوت 7 اگر قلم رو روی کلمات نگه دارید میتونید کلمه مورد نظر رو به زبانهای مختلف ترجمه کنید. با این قلم میشه بخشی از ویدیوها رو برش زد و تو قالب فایل گیف خروجی گرفت. علاوه بر اینها تو نوت 7 میشه یادداشت‌ها رو به صفحه پین کرد تا حتی تو بخش Always on Display هم دیده بشه. دوربین نوت 7 عیناً همون دوربین 12 مگاپیکسلی گلکسی S7 و هیچ تغییری تو کیفیت و عملکردش اعمال نشده. باتری این گوشی هم 3500 میلی آمپر ساعته که 100 میلی آمپر ساعت از S7 Edge کمتره. گلکسی نوت 7 به طور کلی تغییرات زیادی نکرده و خیلی شبیه به گلکسی S7 Edge. اما نسبت به نوت 5 میشه اضافه شدن ویژگی ضد آب بودن، اسکنر NB و درگاه حافظه رو ویژگی مثبتش دونست. به عبارتی نوت 7 زیبایی گلکسی S7 Edge رو کنار ویژگی‌های کاربردی قلم نوت 5 داره. این گوشی قراره تو 4 رنگ نقره‌ای، مشکی، طلایی و آبی کم رنگ در 29 مرداد ماه وارد بازار جهانی بشه.